رادیو همراه بفرمایید. سلام جناب دکتر، سلام. امیدوارم که سالم سلامت و پایا باشید. لطف دارید بفرمایید. من خواهش میکنم، من یه خانم 44 ساله هستم، از آمریکا خدمتتون زنگ میزنم در مورد حقیقتی بخواین جدایی که اخیراً داشتم و آشنایی که همین دوباره اخیراً دارم. میخواستم ازتون سوال کنم، من یه ازدواج یه خود عجیب و غریب 11-12 سال پیش انجام دادم و از اروپا به آمریکا اومدم. میشه من بفرمایید چرا عجیب و غریب؟ شما موقع 32 سالتون بوده؟ بله. اول چه مدت بود؟ اون مدت چه مدتی بود در اروپا بودید؟ من از حدود 20 سالگی اروپا زندگی کرده بودم. پس حدود 12 سال. بله. و چی خونده بودید و چی میکردید؟ من اونجا اول دانشجویی رفته بودم، درسم رو خوندم، یه مهندسی ساختمان گرفتم، سیویل خوندم، اونجا کار میکردم و خانواده من ساکن امریکا بودن و من همیشه و اعضای خانه نه سب کنید بذارید من شما آخری سوالای برای من مهمه. شما من فرمایید چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟ من اولیم و یک برادر 4 سال کوچکتر از خودم دارم. خب اون وقت به من بفرمایید چرا خانوادهتون امریکا بودن شما اروپا بودید؟ جناب دکتر، به خاطر که وقتی خانواده من اومدن اینجا و اقامت گرفتن، من دقیقا شد 21 سالم. اونا تونستن برادر منو که از من کوچکتر بود به امریکا بیارن چون زیر سن 21 سال بود، ولی منو نتونستن. متوجه شد. خب شما با کسی که ازدواج کردید ایرانی بود یا غیر ایرانی؟ بله، من با یه آقای یه هفته اومدم آمریکا که با خانواده‌ام رو ببینم، آشنا شدم یه هفته ای و یه هفته ای ازدواج کردم. جمع کردم یک هفته ای؟ بله یه هفته ای. یعنی دختر خانومی که 12 سال در اروپا زندگی کرده یک هفتگی تصمیم به ازدواج میگیره؟ بله، به خاطر که من ازدواج نکردم که ازدواج کنم. پس شما چه کرد؟ خب اون که اگر سوری بوده من و ازدواج ظاهره... کردم که بیام اینجا. اوکی. نه آخه آیا همسرتون هم اینو میدونستند؟ بله. خب پس اگر اون که خب اسمش ازدواج نیست، حالا این که بعدا در داخل این ازدواج شما چه کردید، خب از اول می‌دونستید که دلیل این ازدواج به خاطر این است که شما بتونید از طریق ایشون به امریکا بیاید یا در امریکا بمونید. ایشون وقتی شما با ایشون ازدواج کردید 32 سالتون بود، ایشون چند سالشون بود؟ 44 سالشون. آیا قبلا ازدواج ایشون داشتن؟ نه، ایشون هم ازدواج نکرده بودن. خیلی خب، بنابراین و چی خونده بودند و چه میکردن یا میکنن؟ ایشون تحصیلات دانشگاهی نداشتن، یه کار خیلی معمولی توی فروشگاه میکردن با یه درآمد بسیار پایین. من همیشه معتقدم که من و ایشون یه قرارداد و یه کانترکتی نوشتیم، خب، که ایشون معتقد بودن من به عنوان یه خانم تحصیل کرده میام اینجا کار میکنم و درآمد خوبی خواهم داشت و به ایشون از جهت مالی کمک خواهم کرد و من هم با ایشون ازدواج کردم به خاطر که بیام آمریکا. خب اونو فهمیدم، ولی داستان این است که محتوای این ازدواج، چون من مواردی از این قبیل داشتم، ای بس حتی یک بارم دست به هم نزدم، یعنی یه ازدواج کاملا سوری بوده. یه زمانی هست نه تنها با هم رابطه نزدیک داشتن، با هم زندگی کردن، حتی از هم بچه دار شدن با وجود که از آقا سوری. بله، ما بچه داریم. ببینید جانم دکتر، من پدر مادرم به طرز خیلی بدی زمانی که من تازه اومده بودن آمریکا به طرز خیلی بدی از هم جدا شدن. من اون موقع تا با اون طرز فکرم فکر میکردم که من هیچ وقت نخواهم گذاشت که طلاق برای من اتفاق بیفته، من این کار رو نخواهم کرد، من هر جور باشه. و خب شما چرا آخه این چه نتیجه گیری غیر علمی است عزیز؟ شما میدونید من ای طلاق بگیرم طلاق بدی نمیگیرم، برای که طلاق نمیگیرم که نمیشه. بذاری بگم من یه نفر رفت دکتر، سب کنید، یه نفر رفت دکتر، دکتر اشتباه کرد مرد، من دیگه از اون تصمیم گفتم دکتر نرم. نه خب این چه ارتباطی با هم داره؟ این دوتا طلاق بدی گرفتن. شما میتونستید بگید که من ازدواج میکنم چون آدم باید بدون شاید به دلایلی درست اینه و بهتر اینه که طلاق بگیره، ولی طلاق بدی نمیگیرم چون اون قسمتش در اختیار اونها بوده. ولی خب به هر حال اونا طلاق گرفتن. آیا قبل از ازدواج شما بود؟ نه صبر کنید، قبل از ازدواج شما یا بعد از ازدواج شما؟ نه قبل از ازدواج من.
اوکی بسیار خوب. بعد و من از اونا شمایی بلند که انقدر از نمیشدم. طلاق بدتون میومد، آمدید ازدواج کردید، یه هفتگی بعدم با این آدم زندگی کردید، حتی صاحب فرزند شدید. بله من پیش خودم گفتم اوکی یه کانترکته، من با این کانترکت زندگی میکنم، ایشون به من اینو میده، من به ایشون چه چیز دیگه فرقی ای میکنه میشه. که کانترکت یا نیست عزیزم؟ خب ممکنه من من گفتم بفرم. که نه نه لازم نفهمیدم. کانترکت. وقتی که دو تا صبر کنید عزیزم، مثل این برگرده میگه ما مهمونی میایم ولی مهمون ها پشت میکنن به هم، با هم هم حرف نمیزنن. روزی که شما با هم ازدواج کردید سوری میدونستید به دلایل و هدف هایی هست، ولی آمدید با هم زندگی کردید و بچه دار شدید، چه تفاوتی میکنه با بقیه ازدواج ها؟ که شما اشاره میکنید به کانترکت و قرارداد، چه قراردادی؟ من قرارداد رو قرارداد میشه بست عزیز. حالا اون که هرجوری شما فکر کردی اصلا خب عجیب و غریب بودن فکر افکارتون رو من فقط میخوام متوجهتون کنم، ولی برای شما ازدواج کردید آمدید اینجا و الان فرزند چی دارید؟ من یه دونه پسر 10 ساله دارم. اوکی. و با همسرتون همچنان زندگی میکنید یا نه؟ نه جدا شدم جان دکتر، 4 5 ماهیه که جدا شدم. اوکی. بعد از اینکه جدا شدید فرزندتون با کی زندگی میکنه؟ من کلن از جهت مالی همه چی مال منه، فرزندم مال منه، همه چی کلن دست منه. نه خب اون که قرار توافق است یا دادگاه است که فرزندتون در اختیار شماست به دلایل مالی، که شما نمیتونید مالک فرزند با این مالک که نیستید، حضانت یا کاستدی بچه راش باشید. آیا کاملا پسر پسرتون بسیار کاملا که نداریم، ما سول فیزیکال کاستدی یا سول لیگال کاستدی داریم، اون یه معنای خاص حقوقی داره. آیا پسرتون پدرش رو میبینه یا نه؟ بله من خیلی تلاش میکنم که حتی بعد از جدایی یه رابطه دوستانه داشته باشم. البته بسیار عالی. همسر سابق من خیلی عصبانیه، خیلی ناراحت از این که من رفتم، خیلی کارشکنی میکنه، ولی من تمام تلاشمو میکنم که اینا هفته ای بسیار. هر روز همدیگر ببینن، اگرم نه هفته ای 3 4. حالا هر روز من فکر نمی کنم بچه 12 10 ساله هی بخواد پدر مادرش رو ببینه و جا به جا بشه، ولی خب به هر حال کوششتون این است که با هم باشید، که فکر و ایده بسیار خوب و درستی عزیز، توش هیچ حرف و بحثی نیست. خب حالا بله. به من بفرمایید برای چی روز که تلفن کردید. چرا دکتر من میگم من خیلی ازدواجم یه جوری بود که ایشون از جهت تحصیلی به من نمیخورد، از جهت مالی به من نمیخورد، از جهت طرز فکری به هم نمیخوردیم. من هیچ وقت ایشون رو مرد ندیدم و ایشون هم هیچ وقت منو انگار زن ندید. ایشون فکر میکرد که شوهر کرده و منم احساس میکردم زن گرفتم. بعد از اینکه جدا شدم من با یک آقای آشنا شدم که شما 4 5 ماه جدا شدید؟ بله. شما بعد از 12 سال که ازدواج کرده بودید هنوز 4 5 ماه جدا نشده یه نفر دیگر رو پیدا کردی؟ خب شد چرا دکتر؟ چجوری میشه؟ خب نباید بشه آخه. ببینید از این ما وقتی 12 سال توی زندگی هستیم، بچه داریم، از یه زندگی میان بیرون، هر چه بوده حتی سطحی و گذرا، یه مدتی احتیاج داریم که اون محیط و شرایط آروم بگیره، محیط به یک اعتبار حتی پاک بشه برای کاشتن یه دانه دیگری به خاطر داشتن یه شرایط بهتری. اونو کاملا میفهمم و معمولا توصیه که میکنن بر اساس هر 1 سال حداقل 1 ماه باید فاصله گرفت و شما هنوز از ازدواج در نیومده دنبال یه نفر دیگری، اونم با داشتن فرزند، چون اگر تنها بودید خیلی مسئله فرق میکرد، چون پسر شما در اینجا ماجرای حضور و وجود یه مرد در زندگیش کاملا میتونه به همش بریزه و از هم نه بپاشه. نه جناب دکتر من به هیچ عنوان فرزندم رو اینوالو نکرده و نمیکنم. این چطور نمیتونی؟ من میتونی نکنی؟ پسری که با شما هست چطور میتونه؟ بازم مثل حرفای عجیب و غریب شده میزنی. ممکنه من بفرمایید اگر شما با یک کسی دارید فکر رابطه و یا ازدواج رو میکنید چطور پسرتون درگیر نمیشه؟ خب پسرم حداقل تو 1 سال درگیر نخواهد شد. چرا؟ یعنی به خاطر اینکه نمیخوام درگیرش کنم. نه من میخوام پس شما میخواید با این آقا دوست باشید به مدت 1 سال؟ یعنی حقیقتش بخواید سوال من همینه. خب من با این آقا الان مثلا حدود 1 ماه و نیم 2 ماهه که رابطه دارم، رابطه‌مون خیلی خوبه و فکر میکنم خیلی جدی میتونه پیش بره.
حالا این آقا چند سالشونه؟ ایشون الان من 44 سالم، ایشون 55 سالشه. اوکی. و بعد به من بفرمایید که از نظر ایرانی هستن دیگه، درسته؟ نه خیر. کجایی هستن؟ ایشون هندی هستن که اینجا به دنیا اومدن. اوکی. قبلا ازدواج کردن یا نه؟ بله ایشون هم ازدواج کردن، از ازدواج قبلیشون تا بچه بزرگ دارن. بچه های چند ساله بزرگ؟ یکی 22 ساله، 22 ساله، دو تا دیگه هم فکر کنم 21 ساله. به قول من. اون وقت شغل و کارشون چیه؟ ایشون پزشک متخصص هستن. اوکی. خیلی خوب، حالا شما یک ماه و نیم هم دیگر رو میشناسید؟ بله. اون وقت به چه زبانی شما صحبت میکنید؟ خب انگلیسی، من انگلیسی موقعی هست که بتونم صحبت کنم. بعد معلومه هست، ولی آخه یه مقداری، آخه ایشون هندی در امریکا، شما ایرانی در اروپا و امریکا، شما صاحب یه فرزند، ایشون صاحب سه فرزند. چه چیزی شما دیدید که اینقدر شما رو هیجان زده کرده که واقعا تو برعکس اون چیزی که توی ازدواج قبلیم بود؟ خب ایشون کاملا یه آدم بسیار باهوش، بسیار توانا. خب من خودم رو همیشه زن توانایی میدونستم، خب، و فکر میکردم که اگه کسی بخواد با من زندگی کنه باید خیلی خیلی سخت بتونم یه آدمی رو پیدا کنم که به چشم یک مرد و یه موجوده که بهش تکیه کنم ببینم. آخه ایشون با سه تا بچه ای که داره که باید هوای اونا رو داشت باشه، شما با بچه تون چگونه فکر میکنید اونم در سن 55 سالگی؟ یه دفعه شما تصوری که از ازدواج دارید مال دوره نوجوانی یا جوانیتونه. نه 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 جناب دکتر، من الان میدونم که ازدواج ما هم یه جوری خواهد شد که، یعنی حالا البته ازدواج که جناب دکتر، من حالا خیلی هم اینی نیستم که بخوام حالا عجله‌ای برای ازدواج داشته باشم یا اصلا حتی خیلی تمایلی. بله جناب دکتر، من میخواستم یه توضیح کوچولو بدم. اینی که من خدمتون گفتم که من جدی نیستم به این معنی نبود که من جدی نیستم، به این معنی که هیچ عجله ای ندارم، فقط فعلا دارم سرکار خانم نه آخه شما سب کنید، آخه وقتی کسی میگه جدی نیستم یعنی جدی نیستم، جدی که یه تعریف دیگه نداره که معناش این است که من مثلا فرداس رو به اون مهمونی نمیام. اول یک، دوم شما یه ماه و نیم با یادم آشنا شدید، چطور عجله باید داشته باشه؟ عجله برای چه چیزی؟ ایشون سه تا بچه دارن، شما یه دونه بچه دارید، ایشون هندی هستند در امریکا، شما ایرانی هستید در امریکا، شما حداقل یکی دو سالی باید به هم دیگه فرصت بدید که ببینید به هم میخورید یا به درد هم میخورید. تازه مسئله بچه ها اینجا مطرحه که شما دوتا میتونید برای هم بهترین، ولی بچه های ایشون میتونن آنچنان سر ناسازگاری با شما داشته باشن که اصلا تو خونه جایی نداشته باشید، بنابراین زمان میخواید. بله وقتی میفرمایید جدی نیستم، خب من حرف شما رو جدی میگیرم عزیز. من که نمیتونم وقتی دوستان یه واژه‌ای به کار میبرن بگم مقصودشون و تعریفشون چیز دیگه است. ما وقتی برمیگردیم صبح یعنی صبح، نمیتونیم مقصود من صبح شب بود که. حالا اونا بگذارید ازش، به من بفرمایید حالا پرسش چیه یا موضوع و مسئله چیه. بله فقط همین خواستم بدونم که با توجه اگر همه چی خوب پیش رفت، من فکر میکنم که چونشون اینجوری که به من میگن، بچه هاشون خب یکیشون وارد دانشکده پزشکی شده یه شهر دیگه که خب از جولای شروع میکنه میره وارد دانشکده پزشکی میشه، اون دوتای دیگه هم تو کالجن توی شهر دیگه هستن، سه تا پسرن، بهشون گفته که من میخوام با کسی دیت کنم، اونا هم گفتن که ما خوشحالیم برای تو پدر که داری چیز میکنی، یعنی از جهت اونا مطمئنم تقریبا که مسئله وجود نداره. چطور شما ممکنم چه حرفی بزنی سرکار خانم؟ مثلا حیرت میکنم از شما، چون بچه هم هر دو پدر مادرشون مثلا وقتی تنها باشن مدر جداش هم میگن خب پدر مادر باید ازدواج کنی ازدواج کن و خیلی هم خوشحال میشه، ولی این معنی که شما رو باید تو خوشحالن. ای بسا شما به دلایل بسیار اما روز اول با هم برخورد پیدا کنید. پلو به آدم ها که عاشق من ازدواج میکنن ممکنه فردای عروسیشون با هم اختلاف داشته باشن، شما من مطمئنم که اونا با من مشکلی ندارن. شما چی میتونید بگید؟ تازه پسرتون میتونه با اون مشکل داشته باشه، زن سابق اون میتونه بچه هاشو علیه شما تحریک کنه، همسر شما میتونه بازی در بیاره از طریق پسرتون.
پسر شما باید یه مرد رو بمونه، شما یکی دو سالی باید همه چیز رو ارزیابی کنید، ولی اینکه شما مطمئنید که اصلا هیچ اطمینانی مطلقا وجود نداره. من بارها این عرض کردم، زن و شوهری پروی من تشریف آوردن، یعنی خانم آقایی، و گفتن ما داریم دیت میکنیم، همه چیز خوبه، پسر 12 ساله ایشون اصلا عاشق منه، آقای میگفتن، خانمم تایید کردن، و و و پسر خب بعدا جلسه دوم آمد، وقتی رفتن اونا بیرون برگشت که من بالاخره این مرد رو که اطلاعی بدی هم میکشمش. حتی مادرش و پس مرد فکر میکردن که چقدر همه رو دوست داره و خوشحاله و مثلا پدر بدی هم داشته، این کاملا پدر خوبی هم براش هست، معلوم نیست که چه خبره. بنابراین شما روزی که آزادید و شما ازدواج نکردید و فرزند ندارید و تو سن ازدواجید، ایشون هم همینطور، همچنان پرسش ها مطرحه که ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه. نیمی از ازدواج هم تقریبا در دنیا حالا 40-50% در این کشور ها منجر به جدایی و طلاق میشه، تازه با ازدواج دوم و سوم که حتی به 80% میرسه. این که من مطمئنم اونا همه چیز خوبه، ولی شما من میفرمایید عجله ای ندارم و میخوام این رابطه رو مدتی با هم باشیم و ببینیم به کجا میرسه، حتما فکر درست و مناسبیه و حتما باید این کار رو بکنید، ولی قرار نیست که بعد از 1 ماه و نیم خودتون رو اینگونه درگیر رابطه کنید که بخواید بخواید مسائل و مشکلات حل کنید. شما در مرحله به یک نوعی مطالعه هستید، هنوز به مسائلی نرسیدید، هنوز موضوعهایی مطرح نشده، اون مسائل رو با هم نتونستید حل کنید که حتی بتونید به یک اعتبار سوالی بکنید. یعنی میخوام بگم معمولا یه چنین دوره آشنایی که شما میگید، اونم مخصوصا با کسی که مال یه فرهنگ و جامعه دیگری است که شناختش به این راحتی نیست، تازه باید به یه زبونی صحبت کنید که زبون به یک اعتبار، حالا هندی یا انگلیسی زبان اول یا دومشونه، ولی برای ما ایرانی ها که نیست. برام شما که در اروپا بزرگ شدید، به هر حال توی منطقه انگلیسی زبان نبودید، که خب مدتی است آمدید اینجا، همچنان مسائلی اونجا هست. بنابراین اون چیزی که برای دیگران هم مطرحه، چون من این برنامه رو که برای فرد و شخص به شما ندارم، برای همه عزیزانی دارم که برنامه رو میشنون، یه چنین زمینه رو نباید دادم خودش رو تحریک کنه، خودش رو برانگیزه، خودش رو به نوعی علاقه من کنه و هول بده. ما تو این گونه موارد مخصوصا وقتی بچه ها هستن باید آهسته حرکت کنیم، محتاط حرکت کنیم، و همونطور که به درستی خودتونم اشاره کردید، اگر مقصود تو این بود حداقل تا 6 ماهی که این رابطه برای شما مشخص و معین نشده، نه بچه های او نه بچه های شما اصلا قرار نیست هیچ نوع ارتباط و درگیری داشته باشن، و به همجاز که تازه بعدا پاسخ یا واکنش اونا ناشناخته است و معلوم نیست چه خواهد بود. بنابراین باید با قید احتیاط حرکت کنید. ولی به صرف اینکه همسر سابق من نقش فعالی نداشت و من نمیستم به او به عنوان یک مرد و شوهر رو به هر حال ناناور خانه اتکا کنم، این یکی درست برعکس همه اینا رو داره، چیزی رو ثابت نمیکنه. اینکه کسی معتاد بود، حالا طرف مقابل معتاد نیست که حسن اون نمیشه، قرار نبوده هیچ کس معتاد باشه. بنابراین شما یه فرصتی به خودتون و ایشون بدید و ببینید کجا هستید. تنها نکته ای که میتونم بگم، تفاوت های فرهنگی به ویژه در جهت ازدواج میان فرهنگ ایران و فرهنگ هند به اصطلاح علمی کانتر کالچر، یعنی فرهنگ متقابل در حال تفاوت یا جنگه، خیلی متفاوت است که امریکایی و انگلیسی باشند تا اینکه تا آلمانی و فرانسوی باشند، با وجودی که به هر حال به هم اینقدر نزدیکند. یعنی میخوام بگم اینا رو یه ذره با فرصت و حوصله‌ای که به خرج میدید، بدون اینکه خودتون رو برانگیزید، ایشون رو به کسی معرفی کنید، خودتون رو درگیر کنید، پیش برید، اونم نه 1 ماه و نیم که ای بس، بعد از 6 ماه هم تا حدودی نمیشه اصلا نظری داشت. بله، ایشون به من گفتن که آخه حرف ایشون بود که من میخوام تو رو به بچه های خودم تو این سامر معرفی کنم. بسیار اشتباه میکنن ایشون، ایشون بسیار اشتباه میکنن، اصلا معرفی شما من. شما دوتا هنوز معلوم نیست که اصلا میخواید چی کار بکنید که معرفی کنید. بله، و همونجا تخم دشمنی و کینه ها کاشته میشه. شما با بچه های اونا چی کار دارید؟ تازه به گفته شما که اون بچه ها که اصلا با توجه به اینکه تقریبا بزرگ سالن، البته هنوز بچه های این آدم هن و ضمن مطمئنم از نظر مالی بهش وابسته هستن، اونایی که کاری به این ماجرا هم برمه، بسیار از اوقات اون بچه ها یا اون پسر یا دختر هرچه هستن حساسیتی نسبت به طلاق پدر و مادرشون و مادرشون دارن. اینا مسائل خیلی جدی فرهنگی است عزیز،
بعد معرفی بکنه چه فرقی میکنه و چه فایده ای داره. نه تایید و تصویب اونا مهمه، برای چی این کار میخواد بکنه؟ نه سوال من، ولی من به ایشون برداشتم مستقیم گفتم که ولی من این کارو نخواهم کرد، تو اگه میخوای منو برات معرفی کنی، خب بچه های تو توی کالجن و اونا خب خیلی فرق میکنن، اونا اصلا با تو زندگی نمی کنن، چون مادرشون هم پزشکه، با مادرشون بیشتر زندگی میکنن، اصلا تابستونا یعنی میان پیش مادرشون. تو اگه میخوای من معرفی کنی اوکی، ولی من حداقل تا 6 ماه یا شاید تا 1 سال زمان لازم دارم که شما رو بخوام به بچه کوچیک خودم معرفی کنم. میخواستم ببینم که به نظر شما و نظر شما این زمان باید چقدر باشه. اصلا معنی نداره، چون برخی از اوقات شما شدت رابطتون با توجه به دیداری که میکنید و نزدیکی که دارید که هفته 7 روزه باتون باشه، بس باید میتونه 2 هفته دفعه باشه. بعد از اون عرض کردم تفاوت فرهنگیه، وجود بچه ها هستن عزیز. باز یک دفعه دیگه جمعه رو تکرار میکنم، پسر و دختر آزادی که 25-30 سالشونه و قصد ازدواج دارن، تشکیل خانواده، بچه دارن، هنوز قرار 6 ماه 9 ماه حتی در آغاز بدون که به هیچ کسی بگن با هم در ارتباط باشن تا مطمئن بشن، این خودشون که تصمیم میگیرن. شما در اینجا باز تکرار میکنم، 2 تا آدم 44 ساله و 55 ساله با داشتن 4 تا بچه این وسط و متعلق به 2 تا فرهنگ متفاوت در یه جامعه ای که غیر از فرهنگ های خود شما هست، با یه زبانی که زبان مادری شما نیست، معلومه وقت میخواید. این وقت که حتما نمیتونه کمتر از 1 سال باشه، حتی اگر تقریبا هر روز هم دیگر رو ببینید یا به هر حال با توجه به شرایط، ولی اینکه من میخوام تو رو به بچه هام یا بچه هام به تو معرفی کنم که اولا میتونه هیچ معنایی نداشته باشه، ولی مقدمه ای برای دردسر هست، برای که شما باید بپذیرید که 3 تا بچه نمیدونم 18 19 20 ساله یا 21 ساله که پدر و مادر از هم جدا شدن، تازه من نمیدونم چه مدتی بعد این بچه‌ها مادر زندگی میکنن، که دلیل نداره از هیچ زنی نه که به شما مربوط باشه اصلا خوششون بیاد. حتی وقتی به پدرشون توصیه ازدواج میکنند و خوشحالن برای پدر یا همطور برای مادر که بچه ها فراوون این حرفا رو میزنن ولی واقعیت نداره، برای که مقصد اینا که اینجا بزرگ شدن، فکر کنن واقعا حق پدر و مادره و درستم فکر میکنن که اگر جدا شدن ازدواج کنن و بنابراین نمیخوان مانعی باشن، ای بس ها در حالت عادی هم قصد نه درد سری نه حرفی دارن، ولی در عمل که خواهد بود. در عمل اولین چیزی که فرض بفرمایید الان اینا میرن خونه پدرشون و فرض کنید خونه پدرشون 3 تا 4 تا اتاق داره، بعضی از این بچه هایی بس ها در اون خونه هم اتاقشون هنوز دارن، ببینن تو اتاقشون. فرض کنید که با شما ازدواج کنن و شما اونجا میرید و بعد پسر شما یکی از اون اتاقا رو میگیره، حالا پسر ایشون میاد این اتاقی که مال اونه کسی دیگه توشه، یه بچه‌ای که برن فاصله سنیشونه، بعد اصلا میتونن حتی خوششون هم نیاد از پسر شما. حالا اینا بیان اونجا شب مثلا روز میخوان بمونن، بعد متوجه میشه اتاقش که مال اون بوده، ای بس 18 سال تو اون اتاق بوده، حالا مال یه کسی دیگه است و بعدم تازه یه کسی اومده جای مادرشون رو گرفته، مخصوصا اگر مادر در این زمینه بازی در بره. به همین جهتی که عزیز این مسئله خیلی خیلی پیچیده است، حتی یه مسئله به همین سادگی که خدمتتون عرض کرد، شما اگر شاهد این مسئله نبودین، من بودم، بچه‌ای که میگه اینجا 18 سال اتاق منه، حالا من میرم تو خونه پدرم، حالا مادرم پدر من ازم جدا شد، من که از پدرم جدا نشدم، حالا این اتاق مال من نیست دیگه، مال یکی دیگه است. دکتر من ببخشید کلامتون، بچه‌ها خب توی خونه زندگی میکنن که فکر کنم 7-8 خوابه است، نمیدونم با مادرشون. این خونه ای هست که دوست من خونه رو ول کرده و اومده واسه خودش جا گرفته، اینم یه خونه 4-5 خوابه است که اصلا یه قسمت خونه استفاده نمیشه. یعنی این شما چی رو میخواید توجیه کنید عزیز من؟ شما چی رو میخواید توجیه کنید؟ من دارم برای شما مثال فقط یه اتاق رو میزنم که مسئله ساز میکنه. شما خود من ثابت کنین که این بچه ها در این خانه نبودن، در 18 سال اول اونجا نبودن، پس خانه آزاده. باورم نمیشه خودتون اینجوری میگید. این قسمت اول خودتون بردنگیزید هستی، هیچ چیز درست نیست، بذار راحتتون کنم. یعنی اگر ببینید عزیز، من حتی خدمت دوستان گفتم شما روزی که بچه دارید نیست که به جای 2 تا دست 3 تا دست دارید. حالا به من بگید آدم های 3 دست رو چه کسانی میپسند؟
به این سادگی ها نیست، همه چیز غیر عادیه. برای مثلا فرض کنید ایشون ثروتی دارن، پولی دارن، مثلا اگر پدر مادر جراح، بچه ها این پول مال خودشون میدن، شما برید با ایشون ازدواج کنید، برمیگرده به قواعد و قوانینی که یک حاکمه، دوم فرض کنید prenuptial agreementی که از قبل امضا میکنید. و اینها مسائلی است که خود اونا دونه بدونه با شما و ایشون مسئله پیدا خواهد کرد. بعید میدونم مثلا با شناخت کمی که از دوستان هندی دارم که اصلا سر مسئله مالی با شما اینجوری بتونن کنار بیان یا بچه هاش کنار بیان. یعنی خود شما یه معذری بعدن خواهید داشت درباره ثروت و درآمد ایشون، مخصوصا وقتی که به نوعی بچه ها، حالا حتی اگر مادر خزینه شروع میده، اونا خودشون طلبکار پدر میدونن، اگه پدر میده که همچنان باید پدر این کار رو بکنه. به هر حال تنها نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید عزیز، شما یه ازدواج عادی مسائل و مشکلات و گرفتاری خودش داره، یه ذره تفاوت فرهنگی، تفاوت مذهبی، تفاوت سن، تفاوت تحصیلات، تفاوت هوش، تفاوت زیبایی، همیشه مسئله سازه. نه اینکه بگم این نوع ازدواج ها بدند و غلط، مسئله سازه. شما یه دفعه آمدید در میخواید وارد ازدواج یا رابطه بشید، وقتی 44 سالتونشون 55 سال هرگز از هم فرزندی نخواهید داشت، 4 تا بچه اینجا درگیرند و 2 تا مادر و پدری که شماها ازش جدا شدید و شما میخواید یه چنین سازمانی رو سر و سامانی بدید، کار مشکلیه. نمیگم غلطه، نمیگم بده، نمیگم اشتباهه، ابدا، ولی فقط عرض من به شما اینه که آهسته برید. یک ماه و نیم مثلا شما موضوع رو اینقدر جدی گرفتن، مجبورم خدمتتون عرض کنم خطرناکه. یعنی شما عملا دارید خودتون تحریک میکنید و برمی انگیزید برای رابطه. مثلا در قسمت آغازم اشاره کردید که چقدر به نظرتون خوب میاد، اصلا نمیاد، اصلا نمیتونه بیاد. زمان میخوایم عزیز، این شناخت برای آدما حداقل مدتی میخواد. بعدم باز تکرار میکنم، تفاوت فرهنگی دارید، تفاوت مذهبی دارید، تفاوت رشته تحصیلی دارید، تعداد بچه ها مطرحند، همه اینا وقتی کنار هم گذاشته میشه به اینجا میرسه که باید با قید احتیاط و آهسته حرکت کرد. و این توصیه من به شماست. به هر حال امیدوارم هرچی خیر صلاحتون اتفاق بیفته و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنون جناب دکتر. شما هم میتونید عزیز.